بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های زاویه در خدمت شما هستیم. قبل از آغاز برنامه جا داره که از جانب خودم، برنامه زاویه، همه همکاران در شبکه 4 و همه اندیشمندان وفات حاج حیدر رحیم‌پور از قدیر رو تسلیت بگم خدمت خانواده ایشون، به خصوص جناب استاد رحیم‌پور، و آرزو بکنیم که انشاءالله با اولیاشون محشور باشه، با امیرالمومنین محشور باشه این استاد اسلام شناس عدالت خواه. امیدواریم که آثار علمی ایشون موجب برکت و ادامه مسیر عدالت خواهی در جمهوری اسلامی باشه و خیرات و برکات فراوانی داشته باشه. این هفته موضوعی رو که موضوعی به نسبه بنیادی به نسبت برنامه‌های گذشتمون در زاویه هست مورد بررسی قرار میده، نسبت فلسفه و علوم انسانی. آیا امروزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، هر دو سنت فلسفی، در بحران هستند؟ آیا این نسبت مجدداً با ظهور مفهوم جدید علم، با ظهور پراگماتیسم، با ظهور تکنولوژی به مثابه یک امر مدرن به چالش دوچار شده یا نه؟ آیا سنت فلسفی در جهان همچنان موضوعی برای اندیشیدن و بهانه و نسبتی با علم داره یا خیر؟ با گفتگوی امشب در خدمت شما خواهیم بود. اخبار این هفته رو همکارم جناب آقای سهرابی به محضر شما تقدیم خواهند کرد. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه زاویه. منم به نوبه خودم تسلیت میگم خدمت دوست عزیزم آقای حبیب رحیم‌پور ازغدی، این زاویه بزرگ رو برای همه ما و همچنین استاد انقلاب و مقاومت آقای حسن رحیم‌پور ازغدی. امیدوارم که روح ایشون با اولیای الهی محشور بشه انشالله. اما گفتگوی امشبمون خیلی جذابه برای اهل فلسفه به خصوص. من کوتاه میکنم اخبار رو. به انتشار 37مین شماره فصلنامه تخصصی علوم انسانی صدرا با محوریت علامه مصباح، این شماره 5 فصل داره که درباره عرفان در نظر علامه مصباح، اندیشه های سیاسی ایشون، اندیشه های جامعه شناختی و روانشناختیشون، اندیشه های قرآنی، و فصل مبسوطتر این شماره که درباره فلسفه و علوم انسانی در نگاه علامه مصباح هست. چهره های مطرحی مطلب دارن توی این شماره. به چشم من آقای دکتر خسرو پناه اومد، آقای دکتر حسین بستان، آقای دکتر محمد فنایی اشکوری و آقای دکتر نجف لکزایی. خیلی محجور و مظلوم واقع شد شخصیت علامه مصباح در سایه شخصیت سیاسیشون. امیدوارم که با این کار دوستان در نشریه صدرا بیشتر آشنا بشن اهالی حوزه علوم انسانی. امیدوارم کارشون پربرکت باشه، خدا قوت میگم بهشون. اما یک نامه‌ای منتشر شد از آقای دکتر مهدی گلشنی خطاب به وزیر محترم علوم آقای دکتر زلفی گل. نامه درباره نگرانی آقای دکتر گلشنی درباره تفسیر موجود از دیپلماسی علمی در دولت قبل.
این که در نظر ایشون معمولاً با تعدد قراردادها با دانشگاه‌های خارجی و اهدای مدرک مشترک با اونها که به نحوی کارهای سوری و شکل کار هستن خلاصه میشه و هرگز نمیتونه مرزهای بین المللی دانش رو اونطوری که معنای این قانون ظاهرن گسترش بده. اصولاً محور این نامه یه نوع غرب زدگی به معنای متداول و خودناباوری موجود در دانشگاه هاست. مثلا مثال زدن که در یکی از دانشگاه های تهران داشتن مقاله مشترک با یه استاد خارجی امتیازی بیشتر داره از داشتن مقاله با یه استاد داخلی. نگرانیشون هم از اینجا نشأت گرفته که آقای دکتر زلفی‌گل اخیراً صحبتی کردن درباره این که توی این دوره از مدیریت وزارت علوم حمایت ویژه‌ای میشه از دیپلماسی علمی و برای تحقق مرجعیت علمی کشور ردیف بودجه ویژه در نظر گرفته میشه. همین یکم آدمو نگران میکنه، بودجه، دیپلماسی و عرضم به حضورت که حمایت ویژه، آدم فکر میکنه که هنوز خیلی طرح جامعی وجود نداره برای این امر. محور کل نامه همین غرب‌زدگی و خودناباوریه که من یه تیکه خیلی خوبش رو انتخاب کردم که میخونم براتون. میگن اکنون این سوال مطرح میشود که چرا جهان اسلام در پی خودکفایی و خود اتکایی نبوده است. به نظر من ریشه عدم توجه به خود اتکایی در جهان اسلام معاصر و از جمله میهن عزیزمان ضعف هویت دینی ملی و احساس حقارت نسبت به غرب بوده است. در تمامی محیط های ما از جمله دانشگاه ها عقده حقارت نسبت به غرب حاکم است. عالمی که از خارج میآید یک شأن دیگری دارد. گاهی فارغ التحصیل معمولی غرب بر فارغ التحصیل ممتاز داخلی ترجیح داده می شود. این کشور یک وقت مرکز فرهنگ جامع و اصیل اسلامی بوده و در جهان درخشش داشته. دلیلی ندارد که آن وضعیت تکرار پذیر نباشد. همت می خواهد و تصمیم و اعتقاد به این که ما می توانیم گذشته با عظمت خود را بازیابیم. این بصیرت استادای کهنه‌کار ما گاهی اوقات میتونه مثال زدنی باشه برای هممون، حتی برای برخی مسئولین. خبر بعد این که ابتدای این ماه یه نشستی برگزار شد با عنوان بسته راهبردی پیشنهادی به دولت درباره آسیب‌های اجتماعی با رویکرد اسلامی. توی این نشست 5 تا کمیسیون وجود داشت که اساتیدی که اغلبشون هم چهره‌های مطرح حوزه علوم اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی بودن توش صحبت کردن. بحثایی مثل بحثای عمومی آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد، فقر و حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی حوزه فضای مجازی. به طور عجیبی 20 روز بعد از این نشست کتابچه‌شو بیرون آوردن که مشاهده می‌کنید واقعا خدا قوت داره با این سرعت کارو فراوری کردن. استانداردی که من می‌شناختم تو مجموعه‌هایی که دیدم از نزدیک یک سال و نیم به بالاست، واقعا دستشون درد نکنه. امیدوارم که مفید واقع بشه در دولت آینده. خبر آخر چاپ شماره 18 نشریه سیاست نامه است با عکسی از داستایوفسکی. 3 پرونده داره این شماره که اولیش به آقای دکتر داوری پرداخته و یه گفتگویی هم با ایشون داشته که ایشون حرفای جدیدی زدن درباره روشنفکری دینی و در ادامهش علوم انسانی دینی. یه پرونده کامل و نسبتا مبسوط‌تر داره درباره سیر لیبرالیسم در ایران و نهایتاً یک پرونده‌ای درباره داستایوفسکی که به دلالت‌های فلسفی‌تر رمان‌های داستایوفسکی پرداخته. خود آقای دکتر داوری هم یه دونه مقاله اونجا دارن با عنوان دیدبان آینده تجدد که به نظرم جالب اومد که از آثار آقای خشایار دهیمی هم استفاده میشد، از ترجمه هاشون، تأملاتشون. ایشون هم 2 کتاب دارن، یادمه که دلالت های فلسفی آثار داستایوفسکی رو بررسی کرده. نکته دیگه ای که با دیدن این نشریات یاد آدم میاد نشریه سوره اندیشه است که یادش بخیر واقعا
حیف شد. من خواهش میکنم از ریاست محترم حوزه هنری آقای دادمان که یه فکری به حال این میراث بکنن. واقعا حیف، زحمات زیادی پاش کشیده شده بوده. انشالله که اتفاقی بیفته براش تو این دوره. خیلی ممنونم. سرمقاله رو میبینی، توضیحی در مورد برنامه امشب. از نظر برخی از صاحب نظران، فلسفه مبانی و اصول موضوعه دیگر علوم را فراهم می کند، اما نیازی بنیادین به سایر علوم ندارد. این دیدگاه که با مبناگرایی ارتباطی وسیق دارد، متافیزیک را زیر بنای ارتباط نظاممند علوم با یکدیگر می داند. برخی دیگر معتقدند که این نوع ارتباط بیرونی و مکانیکی است که در نتیجه آن هم فلسفه و هم علوم انسانی را به دام انتزاعی بودن کشانده است. به این معنا که از یک سو فلسفه در قالب احکام عام متافیزیکی محدود می ماند و سوی دیگر علوم انسانی در چارچوب نظریات و شبکه های مفاهیمی کار می کنند که ارتباط صحیح با واقعیت انزمامی را از دست می دهند. در مباحثه میان این دو دیدگاه، بحث اصلی بر سر نسبت روش شناختی متفاوتی است که ذیل هر یک از دو دیدگاه میان علم انسانی و فلسفه شکل می گیرد. اکنون پرسش این است که فلسفه چه ارتباطی با علوم انسانی پیدا می کند و چرا نوع این ارتباط مهم است؟ اشکال مختلف این ارتباط چه تأثیری بر انزمامیت علوم انسانی و فلسفه می‌گذارند و اساساً چرا این مؤلفه باید مهم باشد؟ با برنامه زاویه در خدمت شما هستیم و آشنایی با میهمان اول. با میهمان اول آشناشیم و خدمتشون هستیم جهت صحبت. جناب آقای قائمی نیا، جناب استاد دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه زاویه، در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. منم خدمت شما و بینندگان محترم عرض سلام دارم. انشالله بتونیم در واقع بحث سودمندی خدمت همه سروران داشته باشیم. خدمتتون هستم. جناب استاد قائمی نیا، شاید یکی از موضوعات بسیار پرچالش بعد از انقلاب مسئله علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی و مسئله اسلامی سازی علوم به صورت عام بوده و شاید یکی از جریان‌های اصلی انقلاب اسلامی بحث نسبت فلسفه اسلامی به صورت خاص و فلسفه به صورت عام با علوم و به خصوص اینکه چنین تلقی که فلسفه اسلامی امکان قرار گرفتن به عنوان مبنا رو برای سایر علوم و به خصوص حوزه علوم انسانی داره. از سوی دیگه اما به هر حال علم جدید ظاهرا خیلی دیگه به فلسفه توجهی نداره و به یه معنای خود بنیاد با ساختارها و روشهای خودش داره پیش میره. ما خواستیم از عالی در ابتدای گفتگو و گفتگوی اول اون رویکرد کلی خودتون رو نسبت بین مخصوصا نسبت بین فلسفه اسلامی و علوم انسانی تبیین بفرمایید که استفاده بکنیم از خدمت. خواهش میکنم. ببینید، فلسفه خودش شاید بتونیم بگیم که در ظاهر گرچه وحدت رو میرسونه،
ولی در باطن خودش تعدد داره. ما در واقع یک فلسفه نداریم، فلسفه ها داریم. راسل تو یکی از کتاباش اشاره کرده که در واقع ما به تعداد فلسفه هایی که از تعریف برای فلسفه داریم. لذا به نظر من مطلق این سوال یعنی خیلی مبهمه که شما بیاد نسبت بله نسبت فلسفه با علوم انسانی چیه. علوم انسانی موجود به اعتقاد من یک فلسفه های خاصی هستن که مجسم شدن، تجسد پیدا کردن. مثلا خب خود جامعه شناسی درست فلسفه به معنای متعارف انتظاری که شما مثلا در فلسفه اسلامی دارید نیست، ولی واقعا یک سری اندیشه های فلسفی مرتبط با جامعه هست، مرتبط با مدیریت فرهنگ یا علوم انسانی دیگر رو ببینید، همینطور انسان شناسی رو، آنتروپولوژی رو، اونجا هم شما در واقع با اندیشه های فلسفی مواجهید. به نظر میرسه که ما فلسفه ها رو میتونیم دو قسم کنیم. دسته ای از فلسفه ها هستن که به تعبیر من، حالا با تعبیر استعاری، فلسفه هایی هستن که از آسمان هفتم تنزل نمی کنن. بعضی فلسفه ها هستن که فلسفه بله بله تنزل کردن به کف جامعه و مسائل انسان. طبیعتا اون فلسفه هایی که ارتباط نزدیک پیدا می کنن با انسان، با عالم انسان، با مسائل زندگی روزمره انسان، اینها خودشون رو در شاخه های مختلف علوم انسانی نشون میدن. مثلا علوم انسانی در واقع تجسد یافته این نوع فلسفه هاست. استاد فلسفه اسلامی در این میام اما اون فلسفه هایی که انتزاعی اند طبیعتاً خب اون فلسفه ها نمیتونن به راحتی نسبت برقرار کنن. فلسفه اسلامی هم همینطوره. من قائلم که فلسفه اسلامی ببینید نباید به شکل یک وحدت ازش صحبت کنیم، این ما را دچار مغالطه خواهد کرد. جایی که شما باید تجزیه کنید مسائل مختلف رو و در واقع دیدگاه های مختلف رو، اونجا باید از تک تک دیدگاه ها بحث کنید. به عنوان مثال فلسفه اسلامی هم فلسفه مشا رو داره، هم فلسفه اشراق رو داره، هم حکمت متعالیه. تازه درون خود اینها هم دیدگاه های بسیار زیادی هست. بیایید متأخرین رو، چه اونهایی که نوسینوی هستن یا اونهایی که نوصدرایی هستن، خود اینها هم دیدگاه های بسیار متنوعی دارن. به اعتقاد من برخی از مسائل مطرح شده در فلسفه اسلامی از نوع اون فلسفه هایی که در واقع تنزل پیدا نمی کنن، برخی دیگر در واقع ارتباط خیلی نزدیک پیدا می کنن. این نیاز به یک نوع تفکر انتقادی داره. بعد نیست یک نکته هم اشاره کنم، چون خیلی از بحثایی که تو این زمینه در واقع مطرح میشه به نظر من میان دو چیز خلط میکنن. یکی این که فلسفه چه نسبتی با در واقع علوم انسانی داره، این نمیشه انکار کرد. حالا نسبت های مختلفی میتونه داشته باشه و در تاریخ فلسفه غرب هم شما میبینید که در اوایل قرن بیستم پوزیتویست های منطقی اومدن جایگاه فلسفه رو نفی کردن، گفتن اصلا فلسفه بی‌معناست. خب بعدن مکتب اجتماعی علم اومد که مکتب اجتماعی علم گفت اصلا خود علم مبتنی بر یک نوع متافیزیکای پنهانه. و شما می‌بینید بعد از مکتب اجتماعی علم که کتاب ساختار انقلاب‌های علمی کهن اونو نشون میده، تحقیقات بسیار گسترده‌ای راجع به اون متافیزیکای پنهان علم صورت گرفته و امروزه رابطه متافیزیک و علم خیلی نزدیکه. اون نگاه های پوزیتویستی رفته کنار. این یه مطلبه که واقعا در واقع نسبت های مختلفی میان فلسفه و علوم انسانی وجود داره. اما ما نباید دچار مغالطه ترکیب بشیم و یک امری رو که پیچیده هست بیایم به صورت ساده تحلیل کنیم. مسئله دیگری که میخواستم اشاره کنم، جواده یک دقیقه فرصت بله این نکته خیلی مهمه. ببینید اون مسئله دوم اینه که ما نباید علوم انسانی رو تقلیل و تحویل بدیم به فلسفه. این دو تا مسئله است. یکی این که فلسفه نیاز داره بله. ما متاسفانه امروز میبینیم بعضی از دوستانی که دارن راجع به علوم انسانی اسلامی بحث میکنن دچار این تقلیل و تحویل میشن. فکر میکنن که جامعه شناسی یعنی حکمت متعالیه، به عنوان مثال عرض میکنم. روان شناسی یعنی نه، اون گرچه میتونه مبانی بده و
زمینه ای رو برای بحث فراهم بیاره. شما قائل هستید که فلسفه مثلا صدره چنین امکانی داره که مبنا بده برای این؟ به نظر من یک سوال مبهم و کلیه. شما کدوم تئوریشو میگید؟ یعنی باز معتقدید که باید بعضی بحثا نه قابلیت نه، بعضی بحثا چرا قابلیت داره، باید تک تک مسائل رو جدا، ولی نباید علوم انسانی رو تقلیل و تحلیل بده. این ریداکشنیسم، تحلیل گرایی به نظر من خطر بزرگی که امروز جامعه علمی ما رو داره در واقع تهدید میکنه. بسیار متشکرم، بزرگواری فرمودید، خیلی مرتب و منظم و منقح. خب در خدمت شما هستیم، معرفی استاد دوم و گفتگو با ایشون. مفتخریم در خدمت جناب آقای دکتر سفید. خوش باشیم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه زاویه، در خدمتتون هستیم. کرم سلام عرض می‌کنم به شما و مهمانان گرامیتون، در خدمت هستید. آقای دکتر، من تر مسئله انجام شد خدمت شما هست که راستش می‌خواستم با این در واقع قسمت ابتدایی گفتگو رو با این اشکال به جناب استاد قایمی‌نیا آغاز بکنم، مسئله‌مو با شما اگه اجازه بدین طرح بکنم، و اون اینکه آقای دکتر ما یه گرایش جاری در کشور داریم که خیلی در واقع احساس میکنه که سنت فلسفی، اهم حالا از غرب به خصوص سنت فلسفه اسلامی، امکان یک تعامل معنابخش و امکان ده به حوزه علوم انسانی داره. گویی علوم انسانی امکان ظهور نداره مگر اینکه در واقع بنیادهایی رو در فلسفه اسلامی بیابه، و فلسفه اسلامی هم چنین امکانی داره که چنین بنیادهایی رو فراهم بکنه. در رو می‌خواستم علاوه بر طرح بحث از تالی اینم گوشه ذهن داشته باشید که رویکرد کلی شما چیست؟ آیا در واقع این سنت فلسفی رو داره چنین امکانی اصولا در تاریخ فعلی با علم جدید و وضعیت در واقع ایران جهان می‌بینید یا نه؟ خیر، بسیار خوب، متشکرم. پیشتر آقای دکتر قایمی‌نیا تحقیق‌های مهمی رو در زمینه مفاهیمی که در این بحث به کار گرفته میشه مطرح کردن که منم اونا رو تایید میکنم، در نتیجه ازشون میگذرم. خیلی خطی جواب آخرم رو میگم و اونم اینه که اصولاً تصویر فلسفه به معنای دانشی که باید مبانی علوم انسانی رو فراهم کنه از پیش و بعد علوم انسانی متکی باشه بر اون مبانی و پیش بره، برای هر فلسفه‌ای، چه فلسفه سنتی و بومی ما باشه، چه فلسفه‌های غربی یا هر عنوان دیگری، ناممکنه و نامطلوب هم هست و در نتیجه اشکال معیوبی از رابطه علوم و فلسفه رو ایجاد میکنه که به نظرم میاد که باید یکم دربارش آسیب شناسی کنیم و بحث کنیم. ولی بعد از این حرف آخرمو اول زدم خدمتتون، من یه طرح بحث میکنم. ببینید، به دست آوردن تصویر روشنی از بحث مستلزم اینه که یک خودآگاهی پیدا کنیم درباره وضعیت رابطه فعلی فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر، و به این منظور من ترجیح میدم خیلی هم به عقب نریم و بحث رو هی پیش نبریم به گذشته، ولی به صورت خیلی اجمالی باید به این اشاره کنم که در اصل
فلسفه و دانش‌ها به طور کلی و دانش‌هایی که مربوط به انسان هستند به طور خاص در واقع به دنبال یک غایتی بودند که اون غایت در دوره‌های شکوفایی تمدنی در هر جامعه و همچنین در دوره سلامت رابطه فلسفه و دانش‌ها شناخته می‌شده، تصریح می‌شده و به کار گرفته می‌شده. و اون غایت عبارت هست از خوشبختی بوده. یعنی فلسفه‌ها، دانش‌ها در اصل در این تاریخ کوتاه 2500-3000 ساله‌شون، به هر حال تاریخ زندگی انسانی رو ببینید چقدر طولانیه، در این تاریخ طولانی 2500-3000 ساله که این دانش‌ها و فلسفه‌ها شکل گرفتن، همه بر اساس یک سوال اساسی، چگونه میشه خوشبختی رو برای انسان حاصل کرد؟ خب احتمالاً این پرسش قبلاً هم مطرح بوده، ولی یه پاسخ جدیدی مطرح شده و اونم اینه که از طریق دانش‌ها، دانش‌هایی که هر کدوم بخشی از واقعیت زندگی انسانی رو با محوریت انسان در همه‌شون، حتی در علوم طبیعی، هر کدومشون بخشی رو هدف قرار میدن و پاسخ اینه که به یاری دانش‌ها ما میتوانیم سرانجام خوشبختی انسانی رو فراهم بیاریم. سعادت ممکن است از طریق آگاهی و معرفت. از طریق دانش، از طریق معرفت نظاممند. ملاحظه می‌فرمایید این نسبت در دوره‌های شکوفایی شناخته می‌شده و برقرار بوده، چه در یونان باستان چه در تمدن اسلامی صده های شکوفایی، ولی آرام آرام این هدف گاهی فراموش شده یا در واقع ابهاماتی درش پدید اومده که در نتیجه دیگه من نمیخوام توی صده های گذشته بمونم، رسیدیم به وضعیتی که الان فلسفه و دانش ها همه نسبت خودشون رو با این پرسش فراموش کردن، در نتیجه رابطه خودشون رو هم با هم فراموش کردن و در شرایط تشویش رابطه میان فلسفه و علوم انسانی هستیم. به گمان من برای اینکه این وضعیت رو توضیح بدیم و یا راهکار احتمالی برای حلش پیشنهاد بدیم، میتونیم به علل مختلفی توجه کنیم. یعنی به شرایط سیاسی، اقتصادی، شرایط بین المللی و عناصر تأثیرگذار زیادی که هر کدوم به نحوی میتونن عامل یک وضعیت به نظر من رقتبار بشن که هستیم الان، یا کمک کنن که این وضعیت اصلاح بشه. اما من راستش فکر میکنم که معمولا تو جامعه علمی به اونها به اندازه کافی توجه شده، یا اگرم قرار باشه بیشتر توجه بشه کار من نیست. این راه حل‌های متعارفی که در راه‌حل‌های متعارف یک مسئله‌ای که ازش فرار می‌کنیم، مخصوصا ما اهل فلسفه ازش فرار می‌کنیم، اینه که به خودمون برگردیم، به منطق درونی فلسفه جاری در جامعه علمیمون توجه کنیم، انسدادهای درونی فلسفه برای تنظیم مجدد بسامان رابطه فلسفه و علوم رو شناسایی کنیم. یک بار دیگه از خود فلسفه بخوام تعاملی فلسفی درباره خودش بخون. از حیث رابطش با دانش‌های دیگه. مسئله ادعای اصلی من اینه که بعد از اینکه دیر زمانی برای صدایی شکل خاصی از رابطه کار می‌کرده، جهان تغییرات اساسی کرده، گفتمان‌های علمی تغییر کردن، تصویرهایی که ما از انسان داریم تغییر کرده، ولی فلسفه کلاسیک سنتی ما در اصل به این خودنگری از حیث رابطش با علوم هرگز نگاه نوعی نینداخته و هر آنچه که من به هر حال جستجو کردم این ایام که ببینم کدام یک از متفکران در واقع یا نویسندگان متأخر ما به یک بازنگری نقادانه و خودآگاهانه درباره این رابطه پرداختن که تکرار الگوی کهن نباشه، پاسخ خاصی پیدا نکرده. یه جورایی در واقع دکتر فلسفه ظاهراً از تاریخ جا مانده در ایران. قطعاً جا مانده از این حیث. بسیار متشکرم. دانش‌های دیگه هم به همین ترتیب، بله، ولی خب حالا ما فعلا کار با فلسفه داریم. بسیار متشکرم. در خدمتتون هستیم بینندگان عزیز با گفتگوی استاد بزرگوار.
ich führe mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. با برنامه زاویه و نسبت سنت فلسفی به خصوص تمرکزمون رو در واقع سنت فلسفه اسلامی و رابطه با علومه. خب آقای دکتر قائمی‌نیان، خدمت شما عرض که صحبت آقای سفیدخوش که خیلی روشن که آقا به نظر میاد که اصلا سنت فلسفه اسلامی علارغم اون نکته‌ای که فرمودید که بله درسته ما باید اون تکثرش رو در نظر بگیریم به هر حال، ولی به نظر میاد کل این سنت رو ما میتونیم یه مسئله رو بهش نسبت بدیم و اونی که گویی از تاریخ جهان و تاریخ علم جا مانده به یه معنی درباره این مسئله، بله بله، در نسبتش با علم دیگه، یعنی در نسبتش با علم علوم انسانی و اونا دارن برای خودشون دارن در ایران به خصوص در ایران تشویشی دارن. به نظر شما آیا هست یا خیر و آیا چاره‌ای داره یا نه؟ بله ببینید، من معتقدم که ما در واقع با یک دوره جدیدی مواجه هستیم. نباید در فلسفه های سنتی مسائل تکنولوژی مطرح شده باشه، فلسفه تکنولوژی مطرح شده باشه، مسئله فضای مجازی مطرح شده باشه، مسئله فلسفه فرض کنید ناظر به علوم انسانی مطرح شده باشه، چون اینها مسئله امروز ماست. فلسفه مثل یک در واقع میتونم بگم که یک دستگاهیه که شما میتونید ازش هی مرتب مطالبی رو استخراج کنید. البته این قید رو بزنم، ببینید برخی از استنباطاتی که دوستان یا برخی از اساتید ما از مطالب فلسفی میکنن به اعتقاد من یه اصطلاحی توی نشانه شناسی هست، میگن کدگذاری اضافی. مثل اینه که شما میخواهید در واقع از یک چیزی که توانایی نداره بهره برداری بیشتر بکنید. خب اینو قائلم که برخی از موارد واقعا اینجوری شده. مطالب بسیار مفصلی که راجع به فلسفه های جدید، حتی فلسفه های جدید من میگم، چرا شما علوم انسانی رو میگید یا راجع به علوم انسانی علاوه بر اون مشکل تحویل گرایی که اشاره کردم وجود داره، اینو نمیشه انکار کرد. ولی باز معتقدم که فلسفه ما سرنخ‌های جدی میتونه داشته باشه در مواجهه با مسائلی که آقای دکتر اشاره کرد، مسئله خوشبختی، سعادت انسانی، اصلا مسئله اصلی فلسفه از زمان ارسطو و سقراط تا به امروز بوده. هر فیلسوفی یه تعریف خاصی از خوشبختی و سعادت ارائه داده. فلسفه های وجودی، فلسفه های اگزیستانسیالیست که میبینی اینا با مسائل انسان میپردازند و هیچ رغبتی و توجهی به مسائل متافیزیکی نشون نمیدن. ولی شما میبینید حتی نوع این مسائل هم در فلسفه ما مطرحه. بنابراین من قائلم که ببینید خیلی سریع عرض میکنم، ما با یک دوره جدیدی مواجهیم. اینجا با دکتر موافقم که کار نشده، نبایدم شده باشه، چون مسائل مسائل امروز ماست. ما تازه داریم با مدرنیسم به تمام ابعاد آن مواجه میشیم، با علوم انسانی با تمام ابعاد آن مواجه. شما ببینید مثلا 30 سال پیش، حالا بعد از انقلاب من عرض میکنم 20 سال پیش چه مقدار ترجمه تو این زمینه داشتید که مثلا اونهایی که کار میکنن با اینا، افرادی هم که زبان بلد باشن خیلی کمن. خب بنابراین ما الان داریم به تدریج ابعاد مختلف تفکر جدید رو تجربه میکنیم. یه فضای گفتگو باز شده میان در واقع متفکران ما و آدم غرب، اینو نمیشه انکار کرد. و نباید انتظار داشته باشیم که مسائل امروزی دقیقاً در فلسفه های کهن مطرح شده باشه. فلسفه از یک نظر ببینید باید انتزاعی باشه،
من اینو فلسفه کارش انتزاعی، یعنی پرداختن به مسائل انتزاعیه، مسائل انتزاعی که میتونه تحت تأثیر بگذاره واقعا مسائل عینی و ملموس انسان رو، پیامدهایی داره، اما این پیامدها کار نشده. متعدد. من معتقدم که باید امروز این مواجهه میان سنت فلسفی ما و سنت فلسفی غرب از یک طرف و مواجهه با علوم در واقع علم به معنای ساینس صورت بگیره. خیلی از این مطالبی هم که گفته میشه من خودتون میدونید قبول ندارم. مثلا ببینید الان خیلی اصطلاحاتی به کار میره که من بعضی وقتا میگم اینها داره آینده فلسفه اسلامی رو به خطر میندازه، تنها آینده علم رو نه. ببینید این که شما بیایید جامعه شناسی رو تحویل بدید به حکمت متعالی، بگید جامعه شناسی متعالی، خب بیایید بگید روانشناسی متعالی، به نظر من این در آینده نه تنها به شکست حکمت متعالی خواهد انجامید، به شکست خود اون علمی هم که شما دنبالش هستید خواهد انجامید. از هر چیزی به اندازه خودش باید بهره برداری کرد. حکمت متعالی میتونه خب نگاه متفاوتی راجع به انسان به ما بده، نگاه متفاوتی راجع به جامعه به ما بده، اینه همش درست. بعضی از فلاسفه ما مثل خب مرحوم شهید مطهری، علامه طباطبایی بحثایی دارن راجع به اینا، خب در این حوزه میتونه واقعا کارهای انجام بده. اما شما انتظار داشته باشید که یه جامعه شناسی به دست بیارید از حکمت متعالیه، که این جامعه شناسی متعالیه به معنای دقیق کلمه باشه، که در واقع تفوق داشته باشه بر نظریات و گرایش‌های جامعه شناختی موجود. این به نظر من یه مقدار ایدالیستی فکر کردنه. هر چیزی حتی فلسفه وقتی وارد حوزه علم میشه و لباس علم میپوشه، یعنی خودش رو در قالب تئوری‌های علمی عرضه میده به دیگران، حالا تئوری‌های جامعه شناختی باشه، تئوری‌های روان شناختی باشه، انسان شناختی، هر چی باشه، اقتصادی باشه، تبدیل شد به علم، به ساینس. یعنی میتونید حالا بنا به یه تعبیری اینو ابطال پذیر هم بدونید، خب چون تبدیل به تئوری شد، آزمون پذیر میتونید بدونید. ابهامی یه پیش اومدی در این میان الان شما میفرمایید که خب این در واقع این نسبت بین فلسفه و علوم جاری انسانی نه، که بعضی از دوستان طرفدارشن اینا، ولی تاکید داره که یه آورده‌ای به هر حال داره. حالا این آورده چیه؟ یعنی خب اون موضوعش دارن اصلا دیگه اگر دو تا اگر با دوستان داره، اگر عوارض وجوده، اگر مسئله اینه، این چه آورده‌ای برای علوم انسانی؟ ببینید دو تا تفاوت من با دوستانی که چنین نگاهی دارن یعنی مطرح میکنم. انگار مثلا دو سر طیف هست، بله. وسط طیف میخواید چون یه جای وایسید، مطمئن بله. یه ابهامی رو ایجاد میکنه. بله ببینید یعنی نگاه من به مسئله علم دینی متفاوته. این رو عرض کنم، از یک طرف هم قائلم علم دینی باید ماهیت علم داشته باشه، ساینس باشه، بتونه مسائل موجود رو حل کنه. از یک طرف هم هویت دینی داشته باشه، یعنی دغدغه های دینی ما رو رفع کنه. دو تا تفاوت یعنی من مطرح میکنم. یکی این که من قائل نیستم تنها منبعی که باید استفاده کنیم از اون برای در واقع ایجاد رویکردهای دینی در علم تنها فلسفه است. من اینو قائل نیستم. قائلم کلیت سنت تفکر اسلامی. شما ببینید تنها آیات و روایات نیست، تفاسیر هست و نگاه‌هایی که حتی شما برید در علومی که در حاشیه پیدا شدن، علم اصول، علم فقه، همه اینها میتونه تأثیر داشت. ما چرا محوریت به فلسفه میدیم اصلا؟ خب کلیت این به قول در واقع رفا تراث مطرحه. نه خب آقای دکتر، سوال اینجاست، خب سوال اینجاست، فلسفه به صورت کلاسیک در هم غرب هم در جامعه ما ادعا کرده که میتونه مبنایی برای علوم دیگه فراهم کنه، الگوهای موفقی هم داشته از قضا. یعنی من فکر میکنم در همین تمدن اسلامی خودمون الگوهای موفقی داشتیم. شاید فارابی مثلا اصلا در شکوفایی تمدن اسلامی بدون رابطه سالم میان فلسفه و علوم ممکن نبوده و الان هم حذف فلسفه ناممکنه و این حذفیه که هم مخالفان در واقع علوم انسانی فلسفه، یعنی برخی از افرادی که در جامعه دینی هستند این حذف رو گاهی میطلبند، و هم اهل خود علوم که مثلا روی کردهای خیلی هم پوزیتیویستی خیلی مدرنی هم ظاهرن دارن، اون هم این حذف رو میطلبند. عرض من اینه که بدون رابطه سالم فلسفه و علوم هر گونه خوشبختی ناممکن برای جامعه.
بدون رابطه سالم. حذف فلسفه که تلاشیه که بازم میتونم کسای دیگه هم پیدا کنم که مایلن اینو حذف کنن. مارکسیست هم به نظر من به نحوی تمایل دارن که اینو حذف کنن، یکم انضمامی تر حرف بزنیم. چه کسانی میخواهند فلسفه در رابطه با علوم نباشد؟ در واقع چه کسانی میخواهند فلسفه نقشی در خوشبختی جهان انسانی نداشته باشه؟ عرض من و نقد من به اصل رابطه نیست، برعکس. فکر میکنم بدون تنظیم این رابطه سالم هیچ گونه خوشبختی ممکن نیست و هیچ تمدن شکوفایی رو من نمیشناسم که در اون فلسفه شکوفا و فلسفه ناظر به واقعیات به واسطه علوم، چون من خیلی اعتقادی ندارم که فلسفه، با دکتر موافقم، فلسفه دانش انتزاعی، دانشا هم در یه سطوحی هم انتزاعی، یعنی خودش مستقیم با انضمام نسبت برقرار نمی‌کنه. راهی که در واقع با افلاطون شروع شده اینه که به جای اینکه سقراطی بود که پیاده می‌رفت و کوچه ها درباره خوشبختی با مردم حرف می‌زد، افلاطون یه راه دیگه ای پیدا کرده. از طریق دانش ها، افلاطون و ارسطو، از طریق دانش ها خوشبختی جامعه انسانی رو جستجو کنیم. ما همچنان باید این ایمان جدی رو نگه داریم. میدونی آقای دکتر، برای من سواله، من که نمیخوام جایگاه فلسفه رو حذف کنم، خود این یعنی ادعا رو باید معنا کرد. اگر شما قائلید که فلسفه فارغ از دین، فارغ از وحی، میتونه مفهوم خوشبختی رو، نه من میخوام نکته دیگری بگم. ببینید، فارغ از در واقع زمینه‌های معرفتی دیگر، خوشبختی رو فراهم بیاره، قائل به این هستی؟ نمیتونه. خب پس با من موافقید که در واقع وقتی میخواید شما از مفهوم خوشبختی در سنت تفکر اسلامی صحبت کنید، نه تنها باید از فلسفه اسلامی استفاده کنید، باید از اخلاق اسلامی هم استفاده کنید، همه زمینه های باید از آیات و روایت هم استفاده کنید، همه زمینه های دانشی های دکتر به نظر من لازمه. مسئله، یعنی گلوگاه ماجرا به نظر من، نوع رابطه فلسفه با دانش است. اونو که من قبول، این چیزیه که غفلت بنیادی ازش شده و چیزی که الان در جامعه علمی ما، به ویژه من راستش بیشتر مایلم میام سراغ فلسفه. این چرا گفت یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به دیگران. ما الان اهل فلسفه رو میبینیم دائما اینور اونور دارن به علوم انسانی اشکال میگیرن که آقا شما پوزیتیویستید، شما جزئی‌گرایید، شما به فلسفه مراجعه نمی‌کنید. این اشکال خیلی از طرف اهل فلسفه مطرح. من با اون اعتقاد به اهمیت فلسفه میام الان یه بازنگری می‌کنم. می‌خوام یه دعوت کنم به خودآگاهی نقادانه‌ای بین خود اهالی فلسفه. برگردن ببینن چه موانع درونی در فلسفه، فکر کنم سوال ما اینه، چه موانع درونی در فلسفه کلاسیک ما، در انگاره‌های فلسفیمون به نحوی جا افتاده که مانع رابطه سالم فلسفه با علوم انسانی میشه؟ دکتر ببخشید، یه سوال عارضی میبینید یا ذاتی؟ یعنی به نظر شما فلسفه، چون تاکید فرمودید دوباره میخوام روشن‌تر بشه، فلسفه ذاتاً چنین امکانی دارد که چی؟ امکان بده به علوم و علوم رو موجه کنه؟ یعنی رابطه درست اینه؟ پیشنهادم رو عرض میکنم، این که چه در واقع، یعنی علم بدون فلسفه نمیتونه پیش بره. من فکر میکنم هیچ کدوم از اینها بدون هم دیگه نمیتونن کاری انجام بدن. به نظر من در دنیای جدید چنین اتفاقی داره میفته. اصلا با این موافق نیستم و اتفاقا یکی از انتقادام، حالا نمیخوام برم اون طرف ماجرا، اون ور رو نقد کنم، اون ور اشتباه میکنه که فکر میکنه استقلال علوم در اروپا به معنای جدایی علوم از فلسفه بوده. تاریخ علم و فلسفه اینو قبول نمیکنه. بیایم بخونیم. استقلال فرق میکنه با جدایی. اگر شما یک رشته در علوم انسانی پیدا کردید، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، هر رشته که در اون بزرگان و نظریه پردازان این رشته ها ارتباط تنگاتنگی با فلسفه نداشتن، من این حرف رو قبول میکنم. ولی الان نمیخوام برم اون طرف، راستش الان میخوام فعلا مسئله خودمون، میخوام بیام طرف فلسفه خودمون به صورت کلاس. وقتی میگم فلسفه خودمون، همه متعاطیان فلسفه در جامعه ایران رو مد نظر دارم، چه کسانی که دارن به اصطلاح فلسفه اسلامی درس میدن، چه کسانی که دارن فلسفه غربی درس میدن. یک انگاری کلاسیک در فرهنگ فلسفی ما به گمان من جا افتاده
که میگه فلسفه بنیاد علومه، باید بشینه مبانی علوم رو طراحی کنه، دانشای دیگه بیان خدمتش، این مبانی رو بگیرن ببرن لابد محقق کنن در علوم خودشون. حالا چه این بنیاد رو ملا صدرا بذارید، چه این بنیاد رو کانت بذارید، من با هر دوش مخالفم، فرقی نداره. فکر میکنم رابطه یه خب اینو پس هایی که باید تبیین بکنیم، باید تبیین بکنیم دیگه. که ببین من مثالی بزنم، خیلی از جریان های علمی در ابتدا از فلسفه شروع نشده. مثلا حتی تو خود فیزیک هم ببینید، مکانیک هم ببینید، نیوتن نیومد اول یه دستگاه بله. فلسفی درست کنه، بعد بر اساس اون یه مکانیکی رو ارائه بده. اون چیزی که در تاریخ رخ میده و یک دانشمند انجام میده، علم ورزیه، میاد یک تئوری علمی رو در واقع مطرح میکنه، در دوره های بعدی فلاسفه میان تحلیل میکنن، میگن آقا این در تفکرش یک متافیزیک خاصی بوده. خیلی از کسانی که اومدن کار نیوتن رو تحلیل کردن بعداً متوجه شدن که اصلاً مفهوم علیت در نیوتن تغییر کرده، مفهوم زمان مکان تغییر کرده. خب این یه نکته درستیه که از لحاظ تاریخی معمولاً در علم مسیر ما از فلسفه و متافیزیک به علم نیست، بلکه در صحنه علم، تاریخ علم، در ابتدا تئوری ها مطرح میشن، بعداً شفاف میشه که چه در واقع مبانی متافیزیکی دارن. این نکته‌ای که آقای دکتر میگه به نظرم منظورشون همین باشه که در واقع ما نمیتونیم بیایم اول مبانی رو ردیف کنیم، به قول معرفت شناسان مبناگرایانه بریم جلو، اینا رو هم بچینیم بر اساس این یک تئوری علمی رو. من با این موافقم، متوجه. آقای دکتر اما چرا همدلم باتون؟ خب. دقیقاً همینه. فقط یه سوال ازتون دارم، الان به نظرتون انگاره عمومی اهل فلسفه به ویژه فلسفه کلاسیک ما، صدرای یعنی جریان اصلی حوزه جریان اصلی جمع. البته آخه ببینید، من فلسفه غرب خوندم، به نظرم اساتید فلسفه غرب هم با این همین انگاره خیلی وقتا کار میکنن. یعنی مثلا فکر میکنن میشه با مبانی هگلی مثلا یا با مبانی کانتی الان بریم جامعه شناسی بسازیم. برای همینه که میگم این انگاره رایجه، ولی بد نیست اتفاقا تمرکز کنیم روی فلسفه به اصطلاح صدرایی، به خاطر اینکه بزرگان در واقع به نظر من، یعنی یه بررسی کردم این همین چند روز به کمک چند تا از دانشجوان نشستیم با هم دیگه، برخی از این متون رو بررسی کردیم و من شواهد زیادی آوردم، تعبیرهایی که بزرگان فلسفه معاصر ما دارن مطرح میکنن و تصویرشون از جایگاه فلسفه دارن ارائه میکنن، به صورت کاملا شفاف و روشن همون انگاره قدیم که جایگاه فلسفه در واقع یک جایگاه شریفیه که ملکه مثلا علومه، مثلا من چند تا تعبیر بخونم بد نیست، ولی اسم نبریم چون واقعا کسانی هستند که به همشون ارادت داریم اما با مفاهیم کار داریم. مثلا فلسفه از همه علوم شریفتر و از همه آنها برتر است، هم به شرف وجودی هم به شرف ارزشی، چون حکمت متعالی منشأ اصلاح امور فردی و اجتماعی انسان است، از نظر ارزشی نیز شریفترین دانش است. یا مثلا گویم دلایل جالبی تراشیده میشه، یکی از دلایل اشرف بودن این حکمت این است که عنوان حکیم از اسماء ذاتی خداوند و حکمت وصف کمال برای اولیا و انبیاست، از این نتیجه گرفته که پس دانش فلسفه بر همه دانش ها برتری داره. دکتر من یه پاسخی دارم برای سوال شما. ببینید خیلی من به نظر استاد اینجا الان اختلاف نیست. آره من فکر با آقای دکتر اختلاف نداره. به نظر میاد چرا؟ نمایه جریان اصلی باید بذاریم من یه حدی شفافترش کنیم. بعد خواهش من یه مقدار صبر به اصول بدید تا من این نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید ما یه دوگانگی در جامعه ایران داریم، یه دوگانگی در جامعه یعنی حوزوی داریم. خب دوگانگی که در جامعه ایران هست، میتونید نگاه های حوزوی رو با نگاه های دانشگاهی تو این زمینه، خب نگاه های دانشگاهی خودتون میدونید خیلی نگاه های پوزیتویستی هستن اکثرا، خیلی فلسفه رو در واقع جایگاهش رو متوجه نیستن. در مقابل این یک نگاه های افراطی در واقع بعضی از حوزویان دارن، به شما بگید خیلی اساتید شناخته شده دارن که اینها فلسفه رو خیلی میبرن بالا، برای علم واقعی در واقع نمی نهند. خب این یه دوگانگی که در جامعه حوزوی هم یه دوگانگی هست. ببینید
نسل جدید حوزوی که من معتقدم اینا هویت دوزیستی دارن، اینو خیلی از جاها گفتم، این هویت دوزیستی مشکل رو حل میکنه. ببینید، شما میخواهید ارتباط فلسفه اسلامی با جامعه شناسی رو کشف کنید، صرفا کافی نیست که بردارید یک کتاب جامعه شناسی بخونید، فلسفه اسلامی هم درس بگید، بگید این مبانی، نه واقعا مثل یک جامعه شناس فکر کنید، تو فضا و زمینه جامعه شناسی زندگی کنید. این خیلی مهمه. یکی از اساتید ما یه زمانی میگفت، اسم یکی از فلاسفه غرب رو میگفت، میگفت من 20 سال اینو خوندم متوجه نشدم چی میگه. بعد از 20 سال یه لحظه یه اتفاقی افتاد، یه روزی میرفتم جایی، بعد متوجه شدم اون چی میخواسته بگه. خب تو زمینه یک چیزی قرار گرفتن خیلی مهمه. این نیازمند هویت دوزیستیه. شما هم مطالعات حوزوی داشته باشید، واقعا یک عمری مثلا با فلسفه اسلامی، با علوم اسلامی هش و نش داشته باشید، و از این طرف هم مثلا با جامعه شناسی واقعا تو فضای جامعه شناسی باشید. این نسل جدید که یه تعداد، حالا نمیگم زیاد هم اصلا، ولی خب روز به روز در واقع نسلی که در حوزه دارن رشد میکنند، و من معتقدم واقعا امید آینده تفکر دینی این نسل میتونه باشه. اینها نه، اینجوری فکر نمیکنن. خب ولی خب نگاه های رسمی هست که مدرسان رسمی فلسفه اینا، خب طبیعی اونا در اون فضای چیز هنوز عبوم جدید قرار نگرفتن. نه تنها در واقع این اساتید، خیلی از اساتید دانشگاهی هم قرار نگرفتن. خودتون میدونید استاد یک عمر جامعه شناسی میده تدریس میکنه، خب ولی وقتی میاد یه مسئله جامعه شناسی رو حل کنه نمیتونه مثل جامعه شناسا فکر کنه. تو زمینه یک چیزی قرار گرفتن خیلی متفاوته. لذا من قائلم که ببینید فلسفه اسلامی دو لایه داره. یک لایه ظاهری که این تئوری هایی که هستن ما تدریس میکنیم، اصالت وجود رو نمیدونم، رد اصالت ماهیت و تشکیک در وجود، اینا شاید در ظاهر خیلی خودشون رو تو علوم نشون نده، و اگر شما بخواید علوم رو به اینا برگردید دوچار اینو تحلیل گیرید. ولی فلسفه اسلامی یه تار و پودی داره که اون تار و پود رو هر کس نمیرسه، یه در واقع زمینه خاصی داره. مسئله رو اینجا حفاظت کنم، آره این نمیرسه، پس دانش‌ها دیگه نمیتونن ارتباطی باشه. نه، ارتباط کنن. میتونن برقرار کنن، نیازمند کسی که هویت دوزیستی داره. یعنی ببینید شما، من مثال اصلا از آقایان مثال بزنم، شما شهید مطهری رو مقایسه کنید با خیلی از آقایان، من اسم نمیبرم، وقتی یک مسئله جدید در اون زمان برای شهید مطهری مطرح میشد، به راحتی با فلسفه اسلامی ارتباطش رو نشون میداد، درسته؟ میگفت این مسئله اینجوری میشه حل کرد. ولی همین مسئله رو ممکنه به یکی از اساتید یعنی اساتیدی که واقعا لباسی پاره کرده، عوای پاره کرده تو تدریس در فلسفه اسلامی، بدید نتونه ارتباط رو کشف کنه. تو زمینه و در واقع فضای تفکر جدید قرار گرفتن شوخی نیست. هم استاد حوزه‌ای مشکل داره، هم استاد مسئله رو دارید میبرید راه حل که مثلا علما یا مثلا این افراد چیز باشه. مسئله الان سر ذات این دوتا نسبته. من اونو که جوابش اول گفتم، گفتم که شما اصلا سوال مبهمه. ببینید شما چی یک فلسفه نداریم، فلسفه ها داریم، یک مجموعه نداریم، مجموعه ها داریم. این سوال اصلا غلطه، من نمیتونم جوابش بگم که فلسفه ارتباط داره یا نداره. از یک جهت فلسفه ارتباط داره، مبانی علم رو چیز میکنه، از یک جهت هم نادرست اون فلسفه خیلی انتزاعی اینم واسه چیزه. خب یعنی میخوام بگم که بعضی از مسائل چرا پاسخ دقیق پیدا نمیکنه، چون ما شفاف مطرح نمیکنیم. تئوری های فلسفی هم متفاوته. یک تئوری ببینیم، مثال بزنم، مثلا فرض کنید این که دوگانه انگاری که الان تو فلسفه ذهنم مطرحه، دوگانه انگاری دکارتی که خیلی مشهوره، بعضی از فلاسفه اسلامی هم دوگانه انگار بودن، حالا نه به معنای دکارتی. این دوگانه انگاری میتونه مبنای انسان شناسی قرار بگیره، انسان شناسی به معنای آنتروپولوژی، همون رشته دانشگاهی. قطعا نتایجی که شما در واقع به دست میارید متفاوته. روانشناسی همینطور، خیلی از دیدگاه های روانشناختی که امروز مطرحه مبتنی بر دیدگاه های فیزیکالیستیه. شما میتونید دیدگاه هایی که آنتی فیزیکالیستی هستند، مادی گرایانه نیستند، اینها رو ارتباط بدید با روانشناسی و یک روانشناسی متفاوتی به دست بیارید. اینو نمیشه انکار کرد. اما یک شما میخواهید بگید که وجود اصیله یا ماهیت، این شاید به سادگی نتونید ارتباط برقرار کنید با در واقع. بله، این من به نظرم ایده آقای دکتر سفیدخوش هم بشنویم، چون آقای دکتر میگم نمیشه اینجوری گفت.
تفصیلی میخواد. حتما تفصیلی میخواد، ولی وقتی ما به این مسئله میپردازیم به دو جنبه میتونیم توجه کنیم. یکی به گفتمان اجتماعی متعاطیان فلسفه، یعنی اهل فلسفه چه روابطی دارن، تو چه فضایی هستن، چند دستن، دانشگاه مثلا دانشگاه میان دانشگاه نمیان، به قول آقای دکتر دو زیستن، یک زیستن، که خب خیلی هم مهمه، قطعا تاثیرگذار، منم انکار نمی کنم و فکر میکنم پیشنهادهای دکتر پیشنهاد خیلی خوبی. ولی یه سطح دیگر ماجرا برمیگرده، عرض میکنه، به انسدادهای درونی، یعنی به اون تصویری که فلسفه از خودش داره. این من باید مراجعه کنم به تعریف‌هایی که فلسفه کلاسیک ما، به قول آقای دکتر منم باشون کاملا موافقم، اصلا یکی از دلایل انسداد رابطه فلسفه و علوم انسانی در ایران همین تقلیل کل فلسفه‌های کلاسیک سنت خودمون به یه سنت صدراییه. چرا؟ و اون وقت تازه یه کار بزرگتری هم اتفاق افتاده، به سنت صدرایی گفته میشه فلسفه اسلامی، انگار یک چیز کاملا یک پارچه و دایره المعارفی و بسته‌ایه که تقدسی هم داره. آقای دکتر امکان گفتگو، بنده به عنوان کسی که مثلا با دانشگاهیان در دانشگاه‌های دیگه خیلی ارتباط دارم، چون کلن امیدی به اهل فلسفه ندارم، از همین مسئله، از همینجا شروع میشه در فضای بیرونی که تعامل با اهل فلسفه براشون دشواره، به خاطر اینکه یک چیز خیلی واحد قلمبه یه گوشه اصلا نمیشه باهاش صحبت کرد. ملاحظه میفرمایید؟ کمان که تجربه های جالبی هم ما تو جامعه هم داریم که مثلا یه متفکر جامعه شناس اومده ایران با استاد برجسته فلسفه اسلامی و اصلا نتونسته گفتگو کنه، اینقدر فاصله ها زیاده و تعریف ها متفاوته. عرض من اینه که اما اگر برگردیم به درون و متوجه ساختار درونی بشیم، میبینیم اینجا هم انسدادهایی هست. انسداد اول رو من در مبناگرایی می در همین که فلسفه، هر فلسفه، فلسفه گفتم ممکنه یکی با کانت این کارو بکنه، با هگل این کارو بکنه، اصلا من آقای دکتر موافقی؟ آره. یعنی میگه این انسداد هست، تفسیر متفاوتی دارم. ببینید عرض من، ببخش تکمیل کنم، ببین تا زمانی که میگیم فلسفه بنیاد علومه، فلسفه در یک رأس هرمی قرار گرفته، بقیه دانشها باید بیان خدمتش. من پیشنهادم اینه که کاری که البته در سنت‌های فلسفی نمونه‌های خیلی خوبی هم داره، فلسفه تسهیلگر گفتگوه. فلسفه باید کار اصلی فلسفه به جای اینکه مبانی رو معلوم کنه، اینه که گفتگوی میان دانش‌ها رو ممکن کنه، پیوند میان دانش‌ها رو برقرار کنه، و البته در تأملاتی که می‌کنه منابع الهام بخش آماده کنه برای علوم، به شرطی که خود علوم بخوان. این مفهوم خیلی متفاوته. شما منابع، شما دارید اندیشه ورزی هایی میکنید که الهام بخش میتونه باشه، یا اینکه بگید نه من مبانی رو میچینم به صورت کاملا هندسی. شما الان کتابای فلسفه کلاسیک ما رو ببینید، هندسی، اصول موضوع رو میذارن، مبانی رو میچینن، حالا لابد دیگه انتظار داریم که علوم بیان استفاده کنه. ببینید فلسفه، من اون نکته موافقم که میتونه زمینه گفتگو رو فراهم بیاره و میاره، اما چیزی بیش از اینه. مبناگرایی که فلسفه مبنای علوم انسانیه، شاید دست کم دو تا معنا داشته باشه. یک معناشو من نمیپذیرم، یک معناشو میپذیرم. اون معنایی که شما در ذهنتون هست همون مبناگرایی به معنایی که توی معرفت شناسی، یعنی شما مقدمات فلسفی رو بچینید، از دل این مقدمات یک نتیجه مثلا جامعه شناختی یا روان شناختی به دست بیارید. یعنی رابطه تولیدی میان فلسفه و جامعه شناسی وجود نداره، رابطه تولیدی میان فلسفه و روانشناسی وجود نداره، اینو من میپذیرم. خب نسبت های متنوعی میان فلسفه و در واقع علم وجود داره. یکی از این نسبت ها اینه که محدودیت آفرینی میتونه بکنه. من مثال زدم، اگر شما تز فلسفیتون در واقع دوگانه انگاریه، خیلی از این روانشناسی ها رو نمیتونید بپذیرید. روانشناسی هایی که میان انسان رو محدود میکنن در روان به معنای مدرن کلمه، که روان با مفهوم روح هم خیلی تفاوت داره، دوستان به این توجه دارن، و اون مفهوم روح رو کنار میگذاره.
خب میخواد انسان رو فقط با توجه به روانش درمان کنه. خب این مشکلات داره، فلسفه برای این میتونه محدودیت ایجاد کنه. خب اشکال من آقای دکتر دقیقاً به همینجاست، ببخشید. اشکال من اینه که فیلسوف مبنا رو انتخاب میکنه. من با این اشکال دارم. انتخاب منظورتون چیه؟ یعنی بدون استدلال میگه مثلا با هر استدلالی خب بگی که مبنای من یگانه انگاری یا دوگانه انگاری فرق نداره. الان وقتی که مبنا رو انتخاب کرده، حالا بعد میره، خب مبنا رو که خللی بهش وارد نیست، استدلال عقلی آورده و دیگه اصلا سراغش نمیره با این دستکاری کنه، اینو به تردید بکشونه. همین که مبنایی داره که از قبل انتخابش کرده و آمادگی تردید درباره اون رو نداره، آمادگی نگرش تاریخی درباره اون رو نداره، امکان اصلی درونیش برای گفتگو با علوم رو از دست داد. اتفاقا ببینید اون تئوری های فلسفی که از بیرون یه شابلون چیز رو تحمیل میکنه به علم، من اینو قائل نیستم. ممکنه تئوری های فلسفی در مواجهه با علم صورت های مختلفی پیدا کنه، بعضی اصلا اصلاح بشه. خب اصلا در تاریخ فلسفه هم این رخ داده، در تاریخ فلسفه هم دیدید، حتی در فلسفه های سنتی گاهی فلسفه در مواجهه با علم متواضع شده، یه تئوری در واقع منسجم تری مطرح کرده. من اینو موافقم، ممکنه شفافتر بشه. علمی یه روش دیگه دارن، گزاره فلسفی اونا همه سر جای خودش دارن. این ببینید. عقلی اون تجربیه، بعد چجوری آورده اصلا اینم درست نیستش. حاضر فیلسوف به نظر من، ببینید به نظر من یکی از مغالطاتی که تو جامعه علمی ما امروز داره رخ میده همین تقسیمه که فکر میکنن علم جدید خصلت تجربی داره تمام. درست، اتفاقا خصلت عقلی علم جدید از علم سنتی خیلی بیشتره. خصلت فرضی قیاسی داره. شما ببینید الان دانشمندا دارن از سیاه‌چال بحث میکنن. نه کدوم تجربه میتونه اینو چیز کنه؟ اینو به نظرم خیلی جای مهمی با آقای دکتر کاملا موافقم که علم جدید علمی است عقلانی. بله، هم عقلانی به معنای در واقع برهانیش، هم به معنای عقلانیت اجتماعی. ولی اینجا به نظرم باید مرجع این عقلانیت اون اولی رو معلوم کنیم. به نظر من مهمترین عامل عقلانیت علوم جدید ارتباطشون با ریاضیات. مهمترین وجه عقلانی همه علوم جدید پیوندشون با ریاضیات، یعنی عقلانیتشون از ریاضیات میگیرن و این خیلی تعیین کننده است، نه از قیاس‌های متافیزیکال فلسفی. ببینید ببینید از شروع دکارت تا به یک دوره که اصالت ریاضیات حاکم شد، یعنی ریاضیات و محاسبه به قول امروز کامپیوتری مبنای علم قرار گرفت، این به این صورت بود. اما از زمانی که ببینید، از تقریبا میتونم بگم از دهه 1930 به این ور که مسئله قیاس های فرضی که اصطلاحاً غربی ها بهش explanation to the best میگن، abduction میگن، اینها خصلت چیز نداره، ریاضی نداره. پوپر میاد حدسا و ابطال ها رو مینویسه، میخواد بگه که ببینید منشأ اصلی علم در اون حدس هاست، ما کاری که میتونیم بکنیم ابطاله. حالا این نظریه ابطال پذیری پوپر بعدا رد میشه، اما اون حدس جایگاه هستی خودش رو داره و در واقع شما میبینید که منطقی هنوز در فلسفه علم معاصر برای اون حدس در واقع تدارک دیده نشده. اون حدس میره تو همون دایره استنتاج از راه بهترین تعبیر. حدس مفهوم، یعنی میخوام اینو بگم، مفهوم حوزه گفتگوست. نه ببینید، حدس مفهوم قیاسی مبنا نیست که مبنای متافیزیکالیه که دانش‌ها پذیرفتنش دارن. متافیزیکال به این معنا که ببینید شما از تجربه نمیگیرید، یعنی یه عنصر تجربی نیست، تجربه نمیگیرید، ولی شما میتونید این رو به محک تجربه بزنید، به شیوه های مختلف ببینید چه ارتباطی پیدا میکنه. من میخوام اینو بگم، تفکر جدید، تفکر علمی جدید خیلی فراتر میره از ریاضیات، حتی ریاضیات رو هم دگرگون میکنه. دقت میکنید؟ الان من مثال بزنم، ببینید مبنای در واقع کامپیوترهایی که داریم کار میکنیم 0 و 1، درسته؟ در واقع با دو عدد دارن کار میکنن، با ترکیب اینها. اما الان داره بر اساس مکانیک کوانتوم یه مبنایی، اینم متکی بر ریاضیات، فقط ریاضیات، ریاضیات کلاسیک ساده نیست، نه ریاضیات هم پیچیده شده. خب اگر اینو میپذیرید که ببینید حتی فیزیک میتونه ریاضیات رو هم تغییر بده، ما با شما موافقیم. متوجهید؟ علم محاسبه گره، اینو نمیشه این کار کرد.
متافیزیک هم تا حدی میتونه با این جنبه محاسبه گرانه علم در واقع همراهی بکنه. این انکار نمیکنم. لذا میگم که حتی علوم هم میتونه ریاضیات رو تغییر بده و خیلی فراتر از ریاضیات های رسمی بره. نه باشه. فلسفه هم همین نسبت میتونه داشته باشه. عقلانیتشون علوم از ریاضیات میگیرن. یا به قول آقای دکتر از دست ندیم مسئله رو. مسئله اینه که علوم آیا مثلا در اینجا عقلانیتشون رو از فرضهای متافیزیکی میگیرن؟ من میگم نه، عقلانیتشون از ریاضیات میگیرن. ریاضیات البته ریاضیات ساده مثلا دوگانه درست نیست شاخه. آقای دکتر ببینید مثال بزنم، مثلا جامعه شناسی کجا با ریاضیات نسبت برقرار میکنه؟ خیلی جاها. نه حالا بحث آماری اینا رو کار ندارم. آقای دکتر نه جامعه شناسی نظری رو اینجا نه. ریاضیات بیشتر به مسابقه یه نسبت با جهان البته شاید خب متافیزیک هم همین خصلت رو داره. من میخوام اینو بگم نسبتی اگر... که انسان به جهان به مسابقه امر محاسبه پذیر داره اصلا عقل خودش... هر جا بود حتی در متافیزیک محاسبه گره. شما نمیتونید انکار کنید متافیزیک رسمی هم خصلت محاسبه گرایانه داره. خب به این معنا خب ریاضیه. خب دیگه بله ریاضیه. پس این دوگانه درست نیست. به این پیشنهاد برسیم و اونم اینه که یکی از شروط این که فلسفه بتونه رابطه مناسبی با علوم برقرار کنه اینه که فلسفه باید به نقش منطقی خودش برگرده که همون نقش ریاضیاتیش میشه. یعنی چی دکتر؟ یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه مبانی محتوایی آماده کنه، خب به جای اینکه مبانی محتوایی آماده کنه شرایط منطقی گفتگو و تفکر و تحقیق رو مهیا کنه. آنچنان که این دو تا مشخصه. اگر بفرمایید اگر ریاضیات این... چون ریاضیات برای جامعه شناسی این کارو میکنه، خب چه جامعه شناسی نظری چه جامعه شناسی کاربردی که خب نه اصلا دقیقاً با دستگاه‌های ریاضی کار میکنه، ولی جامعه شناسی نظری هم به این معنا ریاضیاتی در دوره جدید که در واقع شرایط تحقیق خودش رو از الگوهای ریاضی میگیره. خب فلسفه در حالی که در به اصطلاح مطابق یک دیدگاه دیگری که اونم هم تو غرب طرفدار داره هم تو جامعه ما دست بالا رو داره به نظر من، فکر میکنه که میگه آقا من بر اساس الگوهای خودم یه سری مبانی آماده میکنم. ببینید مبانی که آماده میکنه زمانی آمادگی در واقع وقتی من میگم آمادگی گفتگو ندارم برای اینه که چند تا خصلت دارم. خصلت اولش اینه که فارغ از یا دور از دسترس علوم دیگه قرار دارن. حاضر نیست فلسفه کلاسیک ما مبانی خودش رو به اصطلاح در دسترس علوم دیگه قرار بده. در حالی که مثلا تک تک این مبانی که ما برمیگزینیم تاریخیت مشخصی دارن. درسته؟ مثلا دکتر مثلا فهم ما از ماده مثلا فهم در ما از فلسفه وجود. فهم ما از ماهیت فهم ما از ماده به شکل کلی من نمیپذیرم. برحال یعنی یه جریان تاریخی پشتشون هست دیگه. تاریخ رو میپذیرم ولی تاریخیت ببینید خیلی افراطی بریم جلو یه نوع نسبیت گرایی میشه. نه دکتر الان نری اونجا که گرفتار میشیم. بله من با اون کاری ندارم. همین جریان تاریخی یعنی مثلا یه سنت غربی ها سطح و لول بحث فرق میکنه. بحث‌های فلسفی خب برای خودش آزمون‌های خاص خودشو داره. درست. خب علم نمیتونه در واقع بیاد در اون سطح بحث کنه با فلسفه. اون باید بر اساس آزمون‌های خودش میشه. دکتر نه. دکتر میگه همین آخر سر میشه انسداد. نه انسداد نمیشه. ببین یعنی راه داره. انسداد گفتگو من اول یعنی شما یه جاهایی رو میبرید در پستو میذارید میگه وقتی... علم اینجا دست نذارید. ببینید. اینجا نه. ببینید با یه روش دیگه اینجا رو محکم کردید. گوش کنید ببینید من اومدم اول میان دو نوع فلسفه فرق گذاشتم. خب یکی فلسفه‌هایی که تو آسمان هفته من خیلی انتزاعی ام، فلسفه‌هایی که زمینی میشن. طبیعی اون مبانی هم به شکلی با علوم میتونه ارتباط برقرار کنه. وقتی ارتباط برقرار کرد فیلسوف هم ممکنه نظریه فلسفی خودش رو تغییر بده یه جایی. نمیشین انکار کرد. شما نگاه ببینید نگاه به هستی رو حتی اون بنیادهایی که خیلی دور و خیلی دور نه ولی اون بنیادهای قریب رو میتونه. بنیادهای بعید رو نمیتونه. چون فلسفه یک دست نیست مباحث فلسفی که شما بیایید. و عملا من میگم این در تاریخ هم رخ داده حتی در تاریخ فلسفه اسلامی.
ببینید بله در تاریخ رخ داده رخ داده بله مسئله به رسمیت شماری های دکتر من اول عرایزم گفتم که ما الگوی سالمی در سنت داشتیم آخه بدون یه الگوی سالمی که برای زمانه خودش اونو نمیشه همینجور برداشت آورد الان ولی برای زمانه خودش اگر الگوی سالمی بین فلسفه و علوم دیگه نبود که دوره شکوفایی تجربه نمی‌کردیم اما الان دچار بله دکتر یعنی مسئله گفتگو و ایجاد فضای نه لزوما به خاطر اینکه اهل علوم تصویرشون از علم متفاوت بوده در نتیجه انتظارات متفاوت بوده الان یه بخشی از مشکل های دکتر به نظر من خود اهل علومن خود اهل علوم از فلسفه هم همون انتظار مبانی دارن من میخوام بگم که تقصیر افراد در فلسفه نیست یه انگاری جامعی در ذهنیت نظری ما که من بارها دیدم اساتید رشته‌های دیگه میان میگن که خب بفهمید چند تا مبنا به ما بگید با همین کلیشه خب بدونه به قول آقای دکتر 20 سال زندگی و گفتگو و تجربه زیسته بین مثلا منی که در یه فلسفه خاصی یه غوری دارم میکنم با یه کسی که در جامعه شناسی داره از یه منظر خاصی با این مسئله این پردازه بدون 20 سال تجربه تاریخی زیسته ما اصلا نمیتونیم زبون هم دیگر بفهمیم الان باید برگردیم با یه خودآگاهی دوباره برگردیم به اصطلاح کانت شرایط استعلایی امکان تنظیم رابطه فلسفه و علوم رو بازسازی کنیم ایده شما برای این بازسازی به نظر شما فلسفه خیلی منطق نمیشه خیلی فرم نمیشه ببینید به شرط اینکه من ایده شما هر چیز یعنی من هی دارم ادامهش میدم تو ذهن خودم میبینم که اونجایی که فلسفه ماهوی وارده چیز بشه گفتگو منسده گویی نمیتونه دیگه گفتگو بکنه گویی فقط گفتگوی انتزاعی شدن بیشتر میره اینطوری بگم ها یعنی اگر بیش از حد این رابطه رو زیر سوال ببریم در واقع فلسفه رو به یک فضای انتزاعی میدیم من اینو میخوام بگم آقای دکتر من تعبیر دیگه ازش میکنم خب. من میگم که فکر میکنم چرا فلسفه منطق میشه ولی شأن منطق هم بدبختی یکی از صورتبندی هایی که میخواستم بگم گفتم شرط اول شرط دوم هم باید این بود چون وقتمون تو پایان برنامه خیلی نیست مثلا حدود شاید 15 دقیقه فرصت داری من به نظرم شما دومی سومی هم تو ذهنتون هست بفرمایید که یه مروری بشه یعنی موانع داخلی فلسفه برای گفتگو با علم بسیار خوب من فکر میکنم که یکیش مبناگرایی بود دوم کم اهمیت شدن خود منطق منطق در سنت ما روز به روز سال به سال سده به سده ارزشش کم شده تا جایی که الان منطق شده یه آلت یه ابزاری که مثلا دانشجوی فلسفه سال اول باید یکم بخونه و بذاره کنار حالا منطق چی داره که شما میگید فلسفه تقلیل پیدا میکنه من میگم فلسفه بشه منطق تازه ارتقا پیدا میکنه منطق چی داره؟ منطق امکان گفتگوه یه بخش مهمی از منطق که در سنت ما هم خیلی بهش بها میدادن همین پرداختن به ماهیت علمه هی شما بیاید کتابای سده جدید رو ببینید میبینید کمتر به مثلا مباحث تحلیل ثانی های دکتر چقدر تحلیل ثانی و خواندن تحلیل ثانی در سده های اخیر بیارزش شده پس یکی به نظر من اینه که منطق باید اهمیت خودش رو پیدا کنه دوم رویکردهای دفاعی در فلسفه باید تغییر کنه. فلسفه از اونجایی که با کلام پیوند برقرار کرد احساس دفاع پیدا کرده فکر میکنه باید دفاع کنه از هر چی از هر چیزی و این در مبناگرویش کمک میکنه یه چیزی دارم باید ازش دفاع کنه سوم رویکردهای هویتی ملی یعنی چی؟ یعنی مفهوم فلسفه ما دوباره ما رو از تحقیق از گفتگو دور کرده مثلا همین دوگانه فلسفه آره خیلی اسلامی خیلی به ماجراهای بل به اینا اینقدر هویتی نیست نگاه کردن اشکال داره یه عرض آخر دیگه هم دارم و این هم البته یکم بحث برانگیزه ولی حالا فعلا فقط تحلیش میکنم عنوانش حالا چه کنیم نظریه های وجودگرا همشون چه وجودگرای صدرایی چه وجودگرای کرکگوری چه وجودگرای هایدگری با این همه تفاوت‌هاشون یادمون باشه خیلی متفاوتن ولی با همه تفاوت‌هاشون نظریه‌های وجودگرا مخرب
ممکنه بگید مخرب خوبی هن، خوب باشن، عیبی نداره، ولی بشناسیم، بدونیم مخرب رابطه فلسفه و علوم هن به این دلیل که در واقع تئوری اصلیشون اینه که خوشبختی از طریق در واقع علوم مهیا نمیشه. این میدونم بحث برانگیزه، ولی خب فعلا دکتر من فقط یه سوال بپرسم. بله. اگر جد خیلی فلسفه رو فرمش نکردید، یعنی اصلا بیخاصیت شد بنده خدا؟ یعنی نه، بیخاصیت نیست، گفتگوگری و تسهیل گفتگو. به یه معنا حستون رو درک میکنم، منی که دیر زمانی شاه بانوی دانشگاه خودم رو میدیدم، الان یه لحظه احساس میکنم جیبم تهیه، اینقدرم که فکر میکنم چیزی ندارم، چون اگر این چیزی که داشتم به کاری میامد دیگه بعد از 100 سال 200 سال 150 سال ما درگیری با تجدد داریم، میتونست یه کاری بکنه. غربی هم همین کار رو کردن، این عده اومدن کانت میارن تزریق میکنن تو جامعه ما، هگل تزریق کنن تو جامعه، مارکس تزریق کنن تو جامعه ما، بعد فکر میکنن هر چقدر ما بیشتر مارکس بشناسیم خیلی جامعه بهتری خوشبختری خواهیم داشت. قطعا به نظر من این بر میگره به اون نگاه مبناگرایی و اشتباه. من یکی دو تا نکته بگم راجع به نکاتی که آقای دکتر فرمودند. من همونطوری که با تحویل‌گرایی در باب فلسفه مخالفم، با فلسفه ستیزی هم مخالفم. خیلی عالی. خب فلسفه ستیزی به این معنا که ببینید از هر چیزی شما باید انتظار خودشو داشته باشید. من معتقدم علم نمیتونه خوشبختی بده به انسان، این تنها حرف من نیست، متوجه اید؟ و تاریخ علمم نشون میده که هرچه تلاش میکنه به انسان خوشبختی بده، جامعهش رو بالاخره رو به منظورتون از علم هم مطلق علومه؟ بله، علم به معنای ساینس، قدیم جدید، نه به ساینس، علم به معنای ساینس اصلا اساس جدید. بله. پس تعطیل کنیم علومه؟ نه تعطیل چرا بکنیم؟ این یه نوع خوشبختی نمیکنن چه مشکلات ما رو موقتا حل میکنه. من اینو که کار نه، بله شما مثلا جامعه با جامعه شناسی با نظریاتی که توی مطالعات فرهنگی هست دارید بعضی از مشکلات فرهنگی خودتون رو حل میکنید، اما انتظار داشته باشید که این بیاد معجزه بکنه و خوشبختی رو به شما بده، اینو قبول ندارم. این کارو نمیتونه بکنه. بله بله چی معلومه آید. ببین اینجا به یاری فلسفه نیاز داره، دینم دین نیاز داره. حتما دکتر بیگمان. ببینید بیگمان، ولی شما نه ببخشید فرمایشتون کم تندتر بود، فرمایشتون خیلی تندتر بود، گفتید علوم به ما خوشبختی نمیده. به تنهایی عرض میکنم، به تنهایی علوم تجربه اینه. این یه نکته هست. ببینید به نظر من چند تا نکته وجود داره تو این تعامل، برخلاف برخی از نکاتی که دکتر گفت ممکنه من موافق باشم بعضی. یکی تفکیک متافیزیک های قریب و بعید، بعضی از متافیزیک ها به زندگی انسان نزدیکن، بعضی بعیدن. خب طبیعی شما باید از متافیزیک هایی که به سطح زندگی انسان، به در عالم بودن انسان نزدیکن، به اونا توجه بیشتری بکنید. این یه نکته است که واقعا نمیشه اونا رو معزول کرد از صحنه علم، اونا در صحنه علم هم خودشون نشون میدن. اون نکته که آقای دکتر راجع به منطق گفتن به نظر من یه نوع تناقض ایجاد میکنه، تناقض درنی بین مبناگرایی و منطق. اگر به منطق بیشتر اهمیت بدید میرید به سمت مبناگرایی، انکار نکنید. خب این مگر اینکه ببینید منظور شما از منطق فلسفه علم باشه، علم شناسی، که میخواهید بگید که دانشمندا و فلاسفه قدیم ما به فلسفه علم هم اهمیت میدادن. خودتون میدونید ابن سینا یک طبیب بوده، اون مدل معرفتی، مدل معرفت در واقع نمونه ابن سینا طب بوده. خب بیرونی مدل معرفتیش نجوم بوده، اونا هم در ساینس دستی داشتن، هویت دوزیستی رو اون زمان داشتن. با گذشت زمان این در واقع تفکیک صورت گرفته و فلسفه کاملا یک حوزه انتزاعی شده. بنابراین اگر منظورتون اینه که باید به فلسفه علم، اون تحلیلی که فلسفه از علم داره، ماهیت حالا خب رشته فلسفه علم خیلی شناخته شده است و واقعا داره گسترش پیدا می‌کنه، من با این موافقم که کسانی که میخوان در حوزه علم نظر بدهند حتما باید مسلط باشن به مباحث فلسفه علم جدید. نمیخوام بگم اینا رو بپذیرم، ولی خب بالاخره مسائلی طرح شده، باید اینا رو جواب بدن. آقای دکتر ببخشید، من فکر میکنم منظور آقای دکتر، یعنی ایده مرکزی آقای دکتر رو بخوام به زبان خودم تقریر کنم، در یه جمله این است که علم در گذشته
فلسفه در گذشته جایگاهی نسبت به علوم داشته که ملکه اونها بوده و منتها الان باید بیاد یه جورایی متواضع باشه، اینو قبول دارم، نه صحنه در واقع علم رو فراهم کنه. ببینید یعنی گویی بیاد و یه ذره اینو تا حدی من باهاش موافقم، یعنی فرم رابطه اون رو با هم در واقع یه جوری ایجاد گفتگو بکنه، فضا ایجاد بکنه، اینو که من تاکید صحنه ای بپا کنه به قول این ببینید. ولی تنها اینو نمیدونم وظیفه فلسفه، وظیفه فلسفه امور متعددیه. آقای دکتر بیشتر از فلسفه نمیخواید از اون چیزی که، یعنی همون اشکالی که خودتون اول نه. گفتید. ببینید باید بحث کنیم چه روابطی میتونه داشته باشه. من ادعای مبناگرایانه ندارم، نمیگم فیلسوف میتونه جامعه شناسی تولید کنه، خب، ولی میتونه از مبانی و معنایی که آقای دکتر رد کردن، خب برخی از تزهای در واقع فلسفی که میتونه تغییر در علم ایجاد کنه یا یه گرایش جدیدی رو به وجود بیاره، میتونه از اونها بحث کنه. اینو نمیشه انکار کرد. نکته دیگری که لازمه تذکر بدم، ببینید آقای دکتر، این نظریات وجودگرا همین ها رو مخرب دونستن. به نظر من برعکس، اینها دارن به یک معنا جریان فلسفه رو اصلاح میکنن، از اون متافیزیکای سنتی دارن به در عالم بودن انسان نزدیک میکنن. شما هایدگر رو میسازه الان ببینید، نه مخرب آقای دکتر دقیق عرض کردم، خب مخرب این ایده که از طریق علوم میشه به خوشبختی رسید، اصلا اینجوری نیستش. ببینید اونها هم نمیگن که، ببینید یه نوع نگاه انتقادی دارن، نه نگاه ابطالی نسبت به علم. یعنی شما حدود و سغور علم رو بشناسید، علم تا اینجا میتونه به شما کمک کنه، اما اون خوشبختی بنیادی رو علم هیچگاه به شما نمیتونه بده. اصلاح موقتی امور، مهندسی جزء جامعه شما رو میتونه بده. و اتفاقا من قائلم که تو جامعه امروزی ما از علم غافل شدیم. یعنی خیلی از مسائل اجتماعی رو میخوایم حل کنیم، علمی حل نمیکنیم، با مطالعات فرهنگی حل نمیکنیم. این من موافقم. ببینید صحبت سر اینه که هر لباسی که بر علم میدوزیم باید به قامتش باشه، و ایشون هم اشاره کردن که در واقع یک نوع همکاری باید میان اینها صورت بگیره. علوم میتونن آرامش های نسبی به وجود بیارن، جامعه بشری رو تا حدی بالاخره از بعضی از رنجها، دردهایی که داره، و باید هم هدف این باشه که رنج بشر رو کاهش بده. فلسفه هم باید در این یاری کنه، و فلسفه‌های وجودی هم در واقع دنبال همین هستن. یعنی علم گرایی شدید رو داره. با آقای دکتر شروع کردیم، با حضرت عالی هم چند دقیقه جمع بله علم گرایی جدید رو نقد می‌کنم. تمنا می‌کنم. حالا سر برخی مسائل مثل همین وجودگرایی، خب من اختلاف دارم با آقای دکتر، خیلی یعنی الان برای مهربان شدن آقای دکتر با وجودگرایی، ولی ابی نداره، میشه یه موضوع دیگه یه، و فکر می‌کنم هم مهمه که جداگانه درباره‌اش قدری بحث کنیم، ببینیم آیا نظریه‌های وجودگرا در کمکی میکنن به ما از این حس یا نه. ولی اگر ما ببخشید فقط برای اینکه این مسئله شفاف بشه، حالا یه وقتی جای دیگه خواستیم صحبت بکنیم و اینا، اون یه بچه در واقع چیزش یه بار دیگه اشاره می‌فرمه چرا، یعنی به واسطه اینکه وجود انگار و کل انگارن گفتگو رو از دست میدن به این دلیل. عرض کردم این تفصیلی میخواد، آره. چون بعد یکم رو مفهوم وجود وایسیم که ببینیم خب وجود گرایی، آره اصلا بگذاریم، حیف میشه، بحث خوبیه، مشتاق هم اینو ادامه بدیم بعداً. ولی عرض من اینه که اگه بخوام جمع‌بندی کنم، ببینید کانت وقتی که سنجش خرد ناب رو نوشته بود، خب دیسیپلین یه مثلا یه بخشی از کتاب دیسیپلین خرد نابه، انضباط خرد نابه، همزمان با اون کتاب حالا همزمان تو، یعنی تو همون بره، جدال دانشکده‌ها رو نوشته. جدال دانشکده‌ها پرده برداری میکنه از یه بحران، چند صد است، 200 است توی اروپا علوم و فلسفه رابطهشون به هم ریخته، در وضعیت رقتباری به سر میبرن، و این وضعیت رقتبار باعث شده که فلسفه در اروپای اون دوره روز به روز جایگاهش مستبدانه تر و تو خالی تر بشه. یعنی که چون وقت کمه، آره چشم من میبندم، چشم میبندم، و کانت میخواد طرحی بده ببینه میتونه اینا رو دوباره، من خواستم بگم کانت با اون کتاب خودآگاهی درباره بحران شروع کرد، ما هنوز شروع نکردیم، ما این مسئله اساسی رو روی میزمون نذاشتیم. اهل فلسفه رو دارم عرض میکنم، طبیعتا اهل علوم هم به همین ترتیب، که رابطه فلسفه علوم الان در چه وضعیته،
ظاهرن های دکتر بحرانشون درک نمی کنیم. ظاهرن خیلی حتما من معتقدم اصل بحران درک نشده، خیلی ساده مسئله حل میشه و مسائل خیلی شخصی میشن که خب این شخص اینجوره اون شخص اینجوره، در حالی که به نظر من شخصی نیست، فقط مال اهل فلسفه نیست، اهل علوم هم تو بحران، چون انگاره بحرانیه. کل عرض امروز من یه دعوته، چون در واقع پیشنهاد خیلی اساسی هم ندارم، دعوت به این که از الان حداقل شروع کنیم خودآگاهی درباره رابطه فلسفه و علوم رو شروع کنیم، در وضعیت به گمان من رقتباری به سر میبرن رابطه این دوتا. بسیار متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر خیلی زحمت کشیدین، برنامه خوبی بود. آقای دکتر دوستان میفرمند که اگه در حد یک دقیقه جمله دارید وقت گرفتن بفرمایید. این خودآگاهی رو چون یه جوری نها کردید که هر یه نکته ای داره. این خودآگاهی ببینید خیلی هم حالا با آقای دکتر من خیلی از نکات موافقم، گرچه انتقاداتی هم دارم. حتی اونایی که دارن این بحث رو مطرح میکنن ادعا میکنن که به این خودآگاهی رسیدن. شاید به جای این بحث‌های کلی ما بیاییم خیلی جزئی تر بحث کنیم، یعنی ما هم تو دام همون کلیگرایی افتادیم، یعنی مطلق دیدن، که خیلی جزئی تر بیاییم علوم رو بذاریم رومیز و فلسفه رو یک طرف، تک به تک اینها رو بیاییم بحث کنیم. آخ من مثلا با همین مخالفم. نه راه دیگری ندارید، راه دیگر. مگر اینکه شما بخواید این رابطه رو نفی کنید. آیا دکتر این درست نیست؟ خودتون هم ببین، باید نوع باشه. رابطه رو کشف کرد، ولی اینکه فلسفه بدون یک فلسفه علم ببینید توهیه، همون طوری هم که فلسفه بدون علم کوره، اینا نمیشه انکار کرد. درست. باید این نسبت به خوبی تبیین بشه. در جامعه ما نه فلسفه جایگاه خودشو داره نه علم جایگاه خودشو. آقای دکتر آخه نمیشه این کار کرد. من مثلا من بحرانی افتادن این بحران ما ایجاد کردیم، بحران ما ایجاد کردیم، ریز مسئله رو حل کرد انگار از نه من ریز مسئله نمیخوام بگم که شما تک تک روابط رو بررسی کنید، یه مقدار ملموس‌تر بحث کنید. خود بحث ما هم خیلی انتزاعیه، جاها گم شده. بله منطق ماجرا مشکل داره. چه بریم تو جزئیات، من میگم همین منطق ماجرا رو استفاده کنیم. منطق ماجرا مشکل داره و راهش اینه به نظر من، یک برنامه خود انتقادی، اون که یک برنامه خود فلسفه در فلسفه برای در واقع نسبت خودش با رابطه شروع بشه. تفکر انتقادی ضرورت عصر ماست، اینو نمیشه انکار کرد، ولی باز اینا مشکل تاریخ میاره کرد. چون خود انتقادی تاریخ میاره به طور طبیعی. ببین گفتگو منجر به حل مشکل نمیشه، گفتگو خودش بخشی از حل مشکل. خب ببینید گفتگو به دو معناست، یکی گفتگو به معنی این برنامه تلویزیونی اینجوریه، این دو سه دقیقه آخرش خیلی خوبه. گفتگو به معنی این که واقعا زمین ایجاد کنه هنوز در جامعه ما که شکل نگرفته. بسیار. و اینو من میدونم راه کشو میتونه بالاخره خود این به نظر رابطه خیلی خیلی جنبندی خوبی بود که به هر حال ما به گفتگو نیاز داریم. خیلی متشکرم دکتر، متشکرم از تالی، تشکر میکنم از بینندگان عزیز. انشالله که برنامه مفیدی بوده باشه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.